با تبدیل شدن عبدالقیوم رحیمی والی پیشین هرات و تعیین والی جدید، مسئولان کمیته اضطرار مبارزه با ویروس کرونا از بتعلیق درآمدن فعالیت این کمیته خبر میدن. آنان میگویند با آنکه تمامی نیازمندی ها به منظور تجهیز مراکز درمانی بیماران کرونا خریداری شده است، اما تاکنون بودجه آن از سوی اداره محلی پرداخت نشده است. با این همه اداره محلی هرات دلیل پرداخت نشدن بودجه را ایجاد شفافیت در این روند عنوان میکند. این در حالی است که شماری از اعضای مجلس نمایندگان از واریز شدن 570 میلیون افغانی به هرات خبر می‌دهند. پس از یک روز از تبدیلی والی پیشین و تقرری والی جدید هرات، مسئولان کمیته اضطرار مبارزه با کرونا که در روزهای اخیر در هرات تشکیل شده، از به تعلیق درآمدن فعالیت این کمیته خبر می‌دهند. آنان میگویند با آنکه تمامی نیازمندی ها به منظور فراهم آوری تجهیزات مراکز درمانی بیماران کرونا خریداری شده است، اما تا کنون بودجه آن از سوی اداره ملی پرداخت نشده. او کارا صورت گرفته، البته رئیس ابسط هم وجود داشتن، کار بسیار خوب پیش میرفت و والی هم هدایت داده بود. ما از طریق رسانه شما میگو که والی همی شامت داشت که اجازه مصرف همی پول بر ما داده بود. دیگه بعد از که والی سب رفت، آقای قتالی آمده تاره کدام برنامه را بر ما نگفتن و ما هم حضور پیدا نکردیم تا اینکه ببینیم جریانات به کدام طرف. این عضو پیشین کمیته اصرار که از سپردن صلاحیت والی پیشین در مصرف بودجه سخن میزند، تاکید میکند که باید هر چه زودتر بودجه آن از سوی اداره ملی پرداخت شود. از سوی هم استاد حمیدالله حنیف عضو مجلس نمایندگان در گفتگوی با تلویزیون اصلاح از واریز شدن 570 میلیون افغانی به مصرفیت هرات سخن میزند، اما او میگوید که حکومت خواستار حسابدهی از چگونگی مصرف این بودجه است. معاون دوم رئیس جمهور که مسئولیت همین برنامه را به دوش دارد، جمعاً وکلای حوزه غرب نشست با او داشت و او صراحتاً گفت که انمی پول در اختیار اداره محلی هرات قرار گرفته، تنها ما در ختم برنامه یک گزارش دهی میخواهیم که امی پول شما به کجا مصرف کنه. در همین حال اداره محلی نیز در پیوند به واریز نشدن بودجه و خریداری تجهیزات از سوی اداره، دلیل آن را ایجاد شفافیت در اجرای خریداری ها عنوان میکند. ما خب میکانیزم هایی که قبلا تعریف شده، نقشه را به ما داده شده، طرز عمل جدید آمده، بر مبنای طرز عمل اجرات صورت میگیره و تعهد ما این است ما به گونه جدی شفافیت مد نظر بگیریم و نه اجازه ندیم که این پول خدای نخواسته حیف و میل بشه. این گفته ها پس از آن مطرح می شود که در روزهای اخیر شماری از فعالان مدنی و اقشار مختلف هرات خواستار شفافیت در چگونگی مصرف بودجه از سوی کمیته های ایجاد شده و همچنان سرعت بخشیدن بر روند اجرای آن به مردم شدند. حال دیده شود که در ختم روند اکمال تجهیزات و مصرف بودجه اداره ملی چه کارشیوه‌ای را برای پاسخگویی پول مصرف شده و حکومت ارائه خواهد کرد.